خب در ادامه گفتار با جناب عالی آقای دکتر، اگه اجازه بدید میخوام یک مورد رو مطرح کنم که این مسئله خیلی میخوام بدون هیچ گونه قید و بندی، خیلی خودمونی، بدون تکلف واقعا اینو مطرح کنم، در ارتباط باز با زرتشت و آیین زرتشت و زرتشتیانی که سالیان سال در گوش و کنار کشور ما باقی مانده هایی هستن که با احترام دارن واقعا زندگی میکنن و هرگز از اونها نه مشکلی دیده شد، نه همونطور که بارها فرمودید نه دعوایی، نه نزاعی، نه برخوردی، نه هیچ گونه ناهماهنگی در اجتماع به وجود نیاوردن واقعا. اما در مقابلش، البته من اینجا دفاع از زرتشت نمیخوام بکنم، ولی دفاع از یک حقیقت نمیخوام بکنم که خب این آزاردهنده بود، به این معنی که بارها خود من به عنوان حالا یک ایرانی شاهد این بودم که عده‌ای از همیهنان ما حالا یا مغرض بودن که احتمالاً بودن یا حتما بودن، یا اینکه آشنا نبودن به درون محتویات آن چیزی که در این آیین باستانی ما وجود داشت و با یک سری مطرح کردن اتهامات، با یک سری مطرح کردن گفتاری که شایسته نبود، مثلا فرض کنید که استفاده کردن از واژه گبر که به همیهنان زرتشتی ما اطلاق میکردن یا یک سری تهمت هایی که اونها رو متهم به اعمالی میکردن که خیلی شایسته نبوده و از این برخوردها کم نبود آقای دکتر، و متاسفانه به عمق مسائل و آنچه بود توجه نمیشد، که خب میگم خیلی هم اهمیتی نداشت، ولی به هر حال این برخوردها همیشه در اجتماع ما متاسفانه در این ارتباط وجود داشت. درست میگم آقای دکتر؟ بله کاملا، بله فرمایشتون کاملا متینه، به این ترتیب که خب هر عقیده‌ای، هر آیینی یه طرفدارانی داره و یه مخالفینی. در مملکت ما مخالفین آیین زرتشت به هیچ وجه زرتشت رو نمیشناسن، یک اطلاعات ناقص دارن که اون اطلاعات ناقص رو بهش استناد میکنن و بعد شروع میکنن به بدگویی و فحاشی. اصولاً فحش به پوش دادن و بدگویی از عقیده یک شخص، یک عده‌ای که اون عده اعتقاد دارن، این بسیار کار غلطیه. هدف چیه؟ وقتی شما به اعتقاد کسی توهین میکنین، این که نمیاد اعتقادشو ول بکنه، به شما بچسبه، دشمن میشه اگر هم زورش نرسه، مصرتر میشه در در پایگاهش و جایگاهش مستقرتر میشه. بنابراین در این طور مسائل به آیین و دین هیچ کس نباید فحش داد، نباید بی احترامی کرد. اگر انسان مخالفه، یک مخالفت منطقی بشینن صحبت بکنن و بشناسن. آیین زرتشت رو نمیشناسن و بله همطور گفتیم خب گبر واژه بدی نیست، این به قول چه به چه معنی است گبر؟ این گبر به گور، این به معنی پهلوان بوده. حالا این پژوراتیفه، بیان گبر. خب بگم گبر چه اشکال داره؟ البته یکی از نویسندگان خارجی کتابی نوشته بود دو سه سال پیش، سه چهار سال پیش، به نام چهارمین تولد زرتشت، که یه آدمی است درس هم میده متاسفانه در کالج دو فرانس، یه آدمی است که این ضد زرتشته. حالا میگه تو مریضی آقا که ضد زرتشته، چی کارت کرده زرتشت؟ ضد زرتشته، خب ضد باش، چرا فحش میدی؟ اول کتابش شروع کرده به زرتشتی ها فحش دادن. آنه که کار تحقیقی نیست، کار تحقیقی باید بی نظر باشه، آدم حقیقت رو بخواد درک بکنه. این ایده و اندیشه بین عوام وجود داره که اگر با یک اندیشه ای با یک دینی مخالفن، ما میبینیم فحش میدن، توهین میکنن، اهانت میکنن به عقیده ما و تعلیمات زرتشت. این بدترین و زشت‌ترین نوع مخالفت، فحاشی، بدگویی. بشینین صحبت بکنین به نحو منطقی، چیزی رو یا قبول بکنین یا قبول نکنین. راجع به مخالفت با زرتشت، یه عده‌ای بدون آگاهی، بدون شناسایی زرتشت میشینن بدگویی میکنن، ولی در زمان حاضر این بدگویی ها هیچ اثری نداشته. بدگویی و
توهین باید ببینیم به چی توهین کردن. آیا یک زرتشت دزدی پیدا کردین؟ آیا یک زرتشت قاتلی پیدا کردین؟ باید ببینین این پیروان زرتشت چه آدمایی بودن؟ آدمهایی بودن زحمتکش، درست، فعال. در یزد و در کرمان وقتی مسلمانهای واقعی میخواستن برن به زیارت، زنشون رو دست زرتشتی میسپردن. مسلمان واقعی اعتماد داشته، زنشو به کی بسپره؟ به یه گبر میسپرده، به یه همدینش نمیسپرده. اینا رو میبینن آقا. جالبه. بله. آقای دکتر عجب مطلب جالبی فرمودید، فوق العاده بود. در هر حال مردم اعتماد دارن به یه انقدر که بدون این آدمی زرتشتیه، خود به خود به این اعتماد دارن. خب یه سرمایه ای آقا. خب ببینین چیه این، کیه این، آیین چی آموزش داده که اینا اینطور شدن. بله، بنابراین میخواستم خدمتتون عرض کنم که در جامعه ایرانی مردم عوام، عوام الناس، نه درباره زرتشت، درباره هر کسی که شما تصور کنید. کاملا درست میگید. الان نمونهش، ببخشید نمونهش، باز من خودم شخصا بیاد میارم ایام کودکی خودم رو که شاهد توهین هایی بودم به افرادی که به هر حال صاحب نام بودن در همین اسلام خودمون، در مذهب خودمون. من این مطلب عرض میکنم، مثلا فرض کنید که خب یه عده طرفداران مذهب شیعه بودن، حضرت علی بودن، بعد چنان در ارتباط با حضرت عمر به قول حال اونایی که سنی هستن توهین ها میکردن، اهانت ها میکردن، که البته خوشبختانه بعدها هر چه جلوتر رفتیم دیدیم که تحقیقات بیشتری شد، همون افرادی که پدرانشون اونچنین عمل میکردن امروز بچه هاشون میبینن که مثلا فرض کنین که چقدر این توهین ها بی جا و بد بوده. آقای دکتر، من میخوام به یه مسئله در این برنامه آخر یا فعلا برنامه آخر اشاره کنم که من بارها دلم میخواست که وقتی با شما صحبت میکنم به عنوان احترام بیشتر به جناب عالی شما رو کدبان خطاب بکنم و بعد تردید داشتم که آیا من از این کلمه کدبان آیا درست استفاده میکنم، آیا این کلمه ایست که ما فقط میشنویم در نامه های عده ای از زرتشتیان، حتی به غیر زرتشتیان مینویسن مثلا کدبان، مثلا مسعود صدر. بارها خودم نامه داشتم، یه جاهایی شنیدم که این کدبان اصلا کلمه ایست که وجود نداره. شما در این مورد ما رو روشن کنید لطفا، از این کدبان میشه استفاده کرد؟ درسته این کلمه؟ البته میخوام بگم حدود فعالیت من فعالیت ادبی نیست، ولی علاقمندم. ما کدبانو داریم، ولی در کتاب‌های لغت کدبان من ندیدم. بله، خب بان یعنی فرض کنه نگهبان یا پاسبان یا نگهدارنده. بله، این بان یعنی یک وظیفه است. کد اصولا من معنی براش پیدا نکردم. صحیح. که بگیم کدبانو یعنی خانم خاندار و کدبان یعنی آقا. مسئله اینه که برای این که خطاب بکنن بگن مثلا آقای صدر، یه عده‌ای نمیخوان بگن آقا، برای اینکه آقای واژه شاید مثلا نمیدونم ترک باشه، یه واژه ایرانی نیست. شما در ادبیات ایرانی آقا نمیبینید. خب چی بگن؟ به چیزی باید بگن. یه عده‌ای گفتن سرور بگیم، یه عده‌ای جناب میگن مثلا. خب جناب نمیشه، بله معنی نداره بازم. و یه کسانی هستن که لغت سازی میکنن. دوستی داشتیم که در حدود 2-3 سال پیش فوت کرد، روزنامه نویس بود، روزنامه نویس بسیار خوبی بود. به خود من گفتش که بله من 200 تا واژه درست کردم. میگفتش که من این رسانه ها و رسانه های گروهی رو من گفتم، من درست کردم. شایدم درست میگفت. بله. و آدمی بود که علاقه من بود و بعضی از واژه هایی که درست میکنن ممکنه که جا بیفته، ولی اینها کسانی هستن که سمت رسمی ندارن، سلیقه شخصی دارن. صحیح. و این سلیقه های شخصی رو در ساختن این واژه ها به کار میبرن که بعضیاش توسط عده استعمال میشه جا میفته، بعضیاش نمیفته و این میمونه. من هم هرگز کدبان
استعمال نکردم، بلکه نمیشناسم، میدونید، و از طرف یک به اصطلاح مرکز رسمی ادبی و فرهنگی فرهنگستان لغتو ندیدید، تهیه نشده. نشده. اگر اینطور باشه هر کسی برای خودش لغتی بسازه، میدونی یک آشوب زیادی به پا میشه و آشفتگی زیادی. من ندیدم و من استفاده نمی کنم از کتبان. بلکه اگر جایی دیده بودم یا یک مرکزی صحه گذاشته بود روش، بنده این کار رو میکردم. بسیار خوب. یه لحظه در این آخرین لحظات برمیگردیم به آخرین اثر جناب عالی که الان در دست دارید، به بنده هم محبت فرمودید و خیلی ها دارن، یعنی گاتاهایی که چاپ نفیسی داشت، غیر از کیفیات و محتویات و نوشته ها و آن چیزی که سروده ها و اندرز ها و در ارتباط با زرتشت بود، حتی چنان استقبال شد که به چاپ دوم رسید و الان فکر میکنم همینطوری که مطلع شدم در حال در حقیقت چاپ دوم و انتشار هست واقعا. و چند سال این کتاب کار کردید آقای دکتر؟ من روی این کتاب چون گرفتاری های مختلف هم داشتم، من از زمان های بسیار سابق، از زمانی که محصل بودم در زمان در مدرسه فیروز بهرام تحصیل می کردم، به مطالعه اوستا و آیین زرتشت علاقمند بودم و کار می کردم، تماس می گرفتم با کسانی که در این راه دارای صلاحیت بودن و خب در نتیجه خوندن کتاب های متعدد، مثلا من کتاب ساموئل نیبرگ رو که از مخالفین زرتشت بود در 40 سال پیش که آقای نجم‌آبادی این رو ترجمه کرده بودن، چه زحمتی کشیده بود آقای نجم‌آبادی و این کتاب رو ترجمه کرده بود و چون زبان‌های خطای مختلف درش بود، ایشون این کتاب رو با دست خودش خط نویس نوشته بود و این ساموئل نیبرگ چندین سال پیش، 5-6 سال پیش، 100 سال تولدش رو جشن گرفتن اینجا که دختری صحبت میکرد. این از مخالفین بزرگ زرتشت بود، آدمی بود بسیار دانشمند، چندین زبون میدونه، زبون فارسی، عبری، عربی. چرا مخالف بود؟ به دلایل مختلف که آقای نجم‌آبادی هم در کتاب شرحی داده بودن، چون این آقا با راسیزم و هیتلر مخالف بود و این راسیست ها، هیتلری ها، برای خودشون به دنبال یک به اصطلاح اصل و نسبی میگشتن، میخواستن خودشون به جای بند کنن، میگفتن ما آریایی هستیم. خب زرتشت هم که نمونه مشخص یک شخصیت بزرگ تاریخی آریایی است، بله، اون پیوند میداد که اینها از زرتشت استفاده کردن. یا مثلا نیچه، نیچه که راسیست بود و کتاب چنین گفت زرتشت رو نوشته، خب چیز از زرتشت واقعی حرفی نزده، ولی خب در هر حال یک پیوندی به زرتشت و این افکار راسیستی، آدمکشی میدادند. این آقا مخالف بود و به نتیجه خیال میکرد باید با زرتشت مخالفت بکنه، که این مخالفت یعنی مخالفت با راسیزم، یعنی هیتلری. مسئله این بود و اون وقت این آدم دانشمند کوشیده بود که این گاتاها رو که بسیار روشنه، یعنی هر کسی که یک کمی زبان بدونه و علاقمند باشه میتونه بخونه، این رو از لا بلای این جمله ها و لغات یک چیزایی از خودش اختراع کرده بود که عقل هیچ جن و انسانی بهش نمیرسید، برای انتقاد و فحاشی به زرتشت. که بله، این زرتشت یک آدمی بوده که سمت و صفت جادوگری رو ارثاً به ارث برده در قبیله خودش و با استعمال بنگ و چرس و این حرفا به عالم خلسه فرو می‌رفته و بعد در اونجا حرکاتی می‌کرد و هایهوی می‌کرد و هواری می‌کشیده و این گاتاها اون هوارهات. و بعد وقت در مثلا مهات 53 که زرتشت دختر خودش رو اونجا عقد میکنه برای جاماست،
و یک سحنه پوچستیا. بله پوچستا. پورچیستا. بله این یه صحنه بسیار قشنگی است، بسیار معتبر، آبرومند، که یه پدر دانایی دختر شایسته ای رو داره عقد میکنه، بسیار شیرینه. آقا این رو طوری ترجمه کرده، مزخرفاتی گفته که آدم وقتی میخونه تپ میکنه، چرا این کار کردی؟ چرا این کارا رو میکنی؟ و هستند اینها. حالا برگردیم به ادامه فعالیت های جناب عالی. این من به علت علاقه که داشتم در عرال مدت های زیادی روی این کتاب کار کردم. این کتاب غیر از ترجمه های معمول و عادیه، من این گاتاها رو به خط زبان اوستایی واژه ها رو نوشتم و بالای هر واژه تلفظش رو نوشتم و زیر همون واژه معنی رو. یعنی یک کسی که نگاه کنه فوراً میتونه این رو به زبان فارسی بخونه، برای که فارسیش نوشته شده. بله. اگر به خط به دبیره اوستایی آشنا باشه خیلی براش مفیده، میبینه و معنیش هم میبینه. منتها این معنی که من گذاشتم یک معنی است که با مراجعه به ده ها کتاب و ترجمه درست به زبان فرانسه و انگلیسی و فارسی این رو من تحقیق کردم و بهترین معنی رو آوردم، معنی که مورد موافقت بزرگان زبانشناسه. هیچ نوع دخل و تصرفی هم نکردم، نخواستم، من که اختراع نمیخوام بکنم. هر واژه گاتایی به زبان و دبیره اوستایی نوشته شده، بالا تلفظ، زیرش معنی. و بعد اون وقت برای هر یک از این واژه ها به این ترتیب گزارش دستوری دادم که در زبان اوستایی این واژه چیه، میتونه اسم، فعل، صفت، ضمیر، قید باشه. در زبان اوستایی 8 حالت وجود داره و باید اینا رو تشخیص داد و به هر حال یه گرامر تقریبا مشکلی داره، ولی دیگه مشکل تر از زبان عربی و آلمانی و یونانی نیست. حالا چرا مردم زبان اوستایی رو نمیرن بخونن؟ به دلیل اینکه اگر شما بزرگترین استاد زبان اوستایی باشید، هیچ شرکتی شما رو لازم نداره که به زبان اوستایی بگن آقا بیا. بله انجام میشد کاملا درسته. فقط یک زبان تحقیقی است. کسانی که بخوان تحقیق بکنن این زبان رو باید یاد بگیرن. آقای دکتر، دلم میخواست که حتما به مسئله اشاره کنم، شاید شما خیلی مایل نباشید، ولی در پایان سخن ضمن تشکر قدردانی از تمام زحماتی که و خدماتی که در طول این سالیانی که گذشت، چه در داخل ایران سالهایی که بودید و چه بعد از اون که فعالیت‌های فرهنگی شما و خدمات تاریخی آنچه که گذشت بسیار ملموس بود، محسوس بود و قابل توجه بود، قابل احترام بود واقعا. و خود من شخصا با توجه به برحال شانسی که داشتم که در موقعیتی قرار بگیرم که از سازمان شما، از مرکز شما، از کتابخونه های شما، از آثار شما و به خصوص اون عرق بسته شده و گره خورده شما به مسائل وطنمون و ایرانمون، مثلا وقتی که دور میزنیم در جاهایی که متعلق به نوعی مراکز خدماتی فرهنگی شماست، تندیس کوروش رو میبینیم، منشور کوروش رو میبینیم، از اوستا و گاتاها فراون میبینیم و آنچه که در حقیقت محتواش خرد هست، دانش هست و آن چیزی که مربوط به آیین باستانی ماست و وجود همه ماست رو مشاهده میکنیم و وجود شما وابسته است به تمام این مسائلی که من تونستم در چند کلمه بیان بکنم. دستتون درد نکنه آقای دکتر، خیلی خیلی متشکرم از این همه خدمت و از این همه کار با من. بله من معتقدم هر کسی به اندازه تواناییش باید در این راه کوشش بکنه، برای اینکه ایرانی، برای اینکه شخصیت و به صورت کاراکتر انسانی خودش بشه، باید از جلد یک ایدئولوژی خارجی بیاد بیرون، یک ایدئولوژی و یک آیین و یک مسلک
ملی و فرهنگی خودش رو بشناسه، تعصب نداشته باشه، بشناسه. ما اگر زرتشت و آیین زرتشت رو بشناسیم و عمل بکنیم سعادتمند میشیم. کارهایی که فرمودید من کردم، البته کوشش شده که یه مرکزی در پاریس درست کنیم که فرهنگ ایرانی رو در اونجا بتونیم گسترش بدیم، اونم نه به صورت مذهبی و تعصب‌آمیز. فرهنگ ایران، تاریخ ایران رو بشناسن. خب چطور میشه مثلا ما تاریخمون رو از کتاب‌های درسیمون حذف بکنیم؟ چرا این کارو بکنیم؟ اولا اینا رو بشناسن و بدونیم کی بودیم، بچه‌های ما بدونن گذشته‌شون چی بوده. و من مثلا در تاجیکستان یک مرکزی فراهم کردم که الان به نام کاخ فرهنگ معروفه. بله. در بله. در یه شهری که به نام کوروشکده یا ایست روشن معروفه، یه جایی رو ساختم که اونجا در حدود هر سال در حدود تعدادی از بچه‌های اونجا در حدود 50 نفر 100 نفر آموزش می‌بینن و اینها کسانی میشن که میتونن آنچه که آموزش دیدند به دیگران بدن، در مدرسه ها بله آموزش بدن و اینها برای فرهنگ ایران. خب من اینها رو به کسی نگفتم و نمیگم که لزومی داره. البته من به دلیلی و از جایی مطلع بودم. و آقای دکتر، علل اصول باور بفرمایید که، و امیدوارم که بینندگان ما و همیهنان ما اونام خب باور دارن، بیشتر باور کنن که حضور من در خدمت شما به خاطر اون باوری است که روی شخص جناب عالی، ایده های جناب عالی و اون عرق وطن پرستی جناب عالی با این همه فعالیت هایی که در ارتباط با به معنی واقعی کلمه برای فرهنگ ایران انجام شد قائل هستم. با افتخار حضورتون هستم، با آمدم و امیدوار هستم که این توفیق رو بعدها هم باز از من دریغ نفرمایید. سپاسگزارم جناب آقای سر. شما هم واقعا از افراد آرمانخواه هستین و شما در موقعیت و شغل خودتون هیچ وقت از اون حدودی که مربوط به بزرگداشت فرهنگ ایرانه من ندیدم خارج بشین. و این بسیار بسیار جای تحسین داره. البته هستند عده‌ای از ایرانی ها که در این خط شما کار میکنند، برای فرهنگ ایران زحمت میکشند، ولی متاسفانه هیچ نوع ارتباط و همبستگی ندارن و تا زمانی که یک گروهی همبسته به وجود نیاد، خب نیرو به وجود نمیاد. تمام اعمال و اقدامات اجتماعی که به ثمر میرسه حتما یه پشتیبانی نیرومندی میخواد و این افراد تک تک اگر جمع بشن، که البته تعدادشون خیلی کمه، جمع بشن میتونن بسیار مؤثر باشن. متشکرم. بله، و جناب عالی بسیار مؤثرین در اینکه بتونین این ایده جمع شدن و پیروی از این هدف و آیین رو بتونین اجرا بکنین، دیگران رو تشویق بکنین. ضمن تشکر ممنونم از لطفتون، ضمن واقعا صمیمانه سپاسگزاری از وقتی که گذاشتید در این مدت، براتون آرزوی توفیق خیلی بیشتری میکنم، آرزوی سلامت میکنم و اینکه همواره بتونید که این قدم های استوار رو در این ارتباطی که هست ادامهش بدید. خیلی خیلی متشکرم. سپاسگزارم. به امید خیلی خیلی متشکرم. مرسی.